فصل 19. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل را ترک کرد و به نواحی یهودیه در آن طرف رود اردن رفت. جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و عیسی آنها را در آنجا شفا داد. بعضی از فریسیان هم پیش او آمده از روی امتحان از او پرسیدند: آیا جایز است که مرد به هر علتی که بخواهد زن خود را طلاق دهد؟ عیسی در جواب از آنها پرسید: آیا تا به حال نخوانده اید که پروردگار از ابتدا انسان را زن و مرد آفرید؟ به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی می شوند. از این رو آنها دیگر دو تن نیستند بلکه یکی هستند. پس آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. آنها پرسیدند: پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاقنامه به زن خود از او جدا شود؟ عیسی در جواب گفت: به خاطر سنگدلی شما بود که موسی اجازه داد از زن خود جدا شوید. ولی از ابتدای خلقت چنین نبود. اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به هر علتی بجز علت زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج نماید مرتکب زنا می شود. شاگردان به او گفتند: اگر شوهر در مقابل زنش باید چنین وضعی داشته باشد، پس بهتر است که دیگر کسی ازدواج نکند. عیسی با آنها گفت: همه نمی توانند این سخن را قبول کنند مگر کسانی که استعداد آن را داشته باشند. بعضی ها طوری به دنیا آمدند که اصلا نمی توانند ازدواج کنند. عده‌ای هم به دست انسان مقطوع النسل شدند و عده‌ای نیز به خاطر پادشاهی آسمانی از ازدواج خودداری می کنند. بنابراین هر کس قدرت اجرای این تعلیم را دارد، آن را بپذیرد. در این وقت عده‌ای از مردم بچه های کوچک را پیش عیسی آوردند تا او دست خود را بر سر آنها بگذارد و برای آنها دعا کند. اما شاگردان آنها را به خاطر این کار سرزنش کردند. اما عیسی با آنان فرمود: بگذارید بچه های کوچک نزد من بیاید و مانع آنان نشوید، زیرا پادشاهی آسمانی به چنین کسانی تعلق دارد. عیسی دست خود را بر سر کودکان گذاشت و سپس از آنجا رفت. در این هنگام مردی جلو آمد و از عیسی پرسید: ای استاد، چه کار نیکی باید بکنم تا بتوانم حیات جاودانی را به دست آورم؟ عیسی به او گفت: چرا درباره نیکی از من سوال می‌کنی؟ فقط یکی نیکو است. اما اگر تو مایل هستی به حیات وارد شوی، احکام شریعت را نگاه دار. او پرسید: کدام احکام؟ عیسی در جواب فرمود: قتل مکن، زنا مکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و همسایت را مانند خودت دوست بدار. آن جوان پاسخ داد: من همه اینها را نگاه داشتم، دیگر چه چیزی کم دارم؟ عیسی به او فرمود: اگر می‌خواهی کامل باشی، برو دارایی خود را بفروش و به بیچارگان بده تا برای تو در عالم بالا ثروتی اندوخته شود. آن وقت بیا و از من پیروی کن. وقتی آن جوان این را شنید، با دلی افسرده از آنجا رفت، زیرا ثروت بسیار داشت. عیسی به شاگردان خود فرمود: بدانید که ورود دولتمندان به پادشاهی آسمانی بسیار دشوار است. باز هم میگویم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است تا ورود یک شخص دولتمند به پادشاهی خدا. شاگردان از شنیدن این سخن سخت ناراحت شده پرسیدند: پس چه کسی میتواند نجات بیابد؟ عیسی با آنان نگاه کرد و فرمود: برای انسان این محال است، ولی برای خدا همه چیز ممکن می. پتروس در جواب به او گفت: ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم، پاداش ما چه خواهد بود؟ عیسی پاسخ داد: در حقیقت به شما می گویم که در روز معاد
در آن هنگام که پسر انسان با شکوه و جلال آسمانی بر تخت پادشاهی خود جلوس می کند، شما که از من پیروی کرده اید بر 12 تخت خواهید نشست و بر 12 طایفه اسرائیل داوری خواهید نمود و هر کس که به خاطر من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و کودکان و زمین و ملک خود را ترک کرده باشد چندین برابر پاداش خواهد گرفت و حیات جاودانی به دست خواهد آورد. اما بسیاری از کسانی که اکنون اول هستند آخر خواهند شد و بسیاری از آنها که اکنون آخر هستند اول خواهند.